سلام، شب شما بخیر. سلام عرض می کنم خدمت شما و همه همراهان عزیزی که این لایو رو فالو می کنند. سپاسگزارم از خیلی ممنون. زحمتی که کشیدید برای این لایو، در خدمت شما هستم. خیلی ممنون که امشب در کنار ما هستین. قطعا آقای دکتر معرف همه دوستان هستن، اما من یه توضیح مختصری داشته باشم. آقای دکتر استاد بانکداری و اقتصاد کلان هستن که امشب افتخار دادن در کنار ما باشن و تجربیاتشون رو با ما به اشتراک بذارن. خیلی ممنون. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. خب آقای دکتر، ممنون میشم به صورت مقدمه یه توضیحاتی راجع به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کلان که بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه ما تاثیر میذاره چه چیزهایی هستند؟ بله، ببینید، خب سوال خوبی رو مطرح کردید. ببینید، من یک زمانی وقتی فایننس میخوندم در دانشگاه ویرجینیا تک، یک پروفسوری داشتیم، خیلی ماشاءالله ایشون تأثیرات خوبی هم در علم فایننس گذاشته بودن در دنیا، به نام پروفسور کادلاک. ایشون یک توصیه داشتن، واقعا توصیه درستی بود، و اون این بود که ایشون میگفتن که 50% کل نوسانات سهام رو فقط متغیرهای کلان میتونن توضیح بدن. یعنی اگر شما تحلیل اقتصاد کلان بدانید، یا از فردی که آشنا هست با تحلیل اقتصاد کلان و شما اعتماد دارید، اگر که اطلاع کسب کنید، تا 50% نوسانات قیمت سهام های مختلف رو شما در واقع توانستید پیش بینی کنید. 30% ایشون نقش میدادند در واقع به صنعت، تحلیل صنعت، و تنها 20% به تحلیل تک سهم. این در بازار سهام ما و در بازارهای جهانی هر دو صادق هست. یعنی اگر شما روند اقتصاد کلان رو به خوبی درک کنید و پیش بینی کنید، و همین که شما روند اقتصاد کلان رو بدانید، می توانید مثلا در بازار به صورت در شاخص بازار سرمایه گذاری کنید، یا در شرکت های سرمایه گذاری کنید که به یک نحوی بازار رو نمایندگی می کنند. مثلا نمیدونم آیا اجازه دارم مثلا اسم سهام بیارم، البته چون خیلی عام هست فکر نمی کنم مشکلی باشه. مثلا سهام های مثل شستا، مثل سبا تامین، اینها سهامایی هستند که خود بازار رو در واقع به یک نحوی نمایندگی میکنن، یا بسیار دیگر از سهامهای شرکت‌های سرمایه گذاری. شما فقط اگر بدانید که وضعیت بازار سهام الان مثلا مناسب هست و در شرایط مناسب بازار در واقع سرمایه گذاری در این مثلا سهام‌ها داشته باشید، برنده خواهید بود. یعنی حالا میشه بهتر هم کرد قضیه رو. اگر خیلی بیشتر بخواید کار کنید، اون وقت باید تحلیل صنعت بدانید یا تحلیل تک سهم بدانید. این مسئله اهمیت در واقع شاخص های اقتصاد کلان رو من خواستم خدمتتون عرض کنم. در این میان برخی از شاخص ها بسیار مؤثرتر هست. در بازارهای جهانی معمولا نرخ بهره بیشترین تمرکز رو به خودش اختصاص میده. یعنی اگر نرخ بهره تغییر کند، یا تحلیل ما از آینده نرخ بهره معمولا بسیار مؤثره در این که ما بتونیم روند بازارها رو پیش بینی کنیم، از جمله بازار سهام. کلا روند بازارهای دارایی رو مهمترین شاید عامل که تأثیر میگذاره نرخ بهره باشه. نکته دیگر این هست که در برخی از کشورها، از جمله کشور ما، توجه بیشتر به سمت نرخ ارز هست. پس اگر شما نرخ ارز رو بتوانید برداشتی از تحلیل نرخ ارز داشته باشید، جلو میفتید. یعنی عرض کردم اون 50% رو میتونید پوشش بدید. دقت میفرمایید؟ این دو از همه مهمتر هست. یک متغیر دیگری هست که خیلی مهمه، اونم نرخ تورمه. چرا نرخ تورم مهمه؟ چون هم نرخ ارز و هم نرخ بهره رو باید به نحوی با تورم سنجید. دقیق میفرمایید، نه به صورت مجزا، نه به صورت مستقل. به عنوان مثال میذارم خدمت شما. برخی از عزیزان هستند، بسیاری از فعالان بورسی یا اساتید اقتصاد دانشگاه ها یا سیاستگزاران، مسئولان اقتصادی کشور، اینها مثلا میگن که مثلا نرخ بهره ما سال 96 مثلا 17-18% بوده، الان هم مثلا 17-18% هست. دقیق میفرمایید 17-18% سال 96 رو با 17-18% سال 1400 یکی میدانند. چرا؟ چون از نظر عددی یکی هست. اما واقعیت این هست که 17-18% سال 96 در شرایطی بوده که نرخ تورم ما یه چیز حدود 8% بوده، نرخ تورمی انتظاری ما کمتر بوده، و نرخ تورم تولید کننده در بسیاری از ماهای سال 96 یا صفر بوده یا منفی بوده.
دقیق می‌فرمایید. خب اگر ما تورم تولید کننده رو معیار قرار می‌دادیم که در بسیاری مواقع اتفاقا همین تورم تولید کننده رو باید معیار قرار داد، نرخ بهره واقعی ما در سال 1396 یکی از بالاترین نرخ‌های واقعی در جهان بوده. خب اینو حالا مقایسه کنید با سال 1400 که تورم اصلا کسی جرأت نمی‌کنه که بگه تورم زیر 40%. دقیق میفرمایید. بنده که جرأتشو ندارم چون آبروم میره. ببینید هر کس که گفته بیاد ادعا کنه، من ندیدم. یک سال گذشته بالاخره فقط یک نهاد ادعا کرد، گفت هدف گذاری تورمی ما 22% و دیدید که بالاخره اعتبار اون نهاد که واقعا اعتبارش همه چیشه، یعنی برای بانک مرکزی اعتبار همه چیز هست، اگر اعتبار نداشته باشه هیچ گونه سیاست گذاری موفق نخواهد بود. خب اون نهاد گفته بود 22%، ولی بقیه افراد انتظارات تورمیشون یه چیزی حدود 40 تا 50% بود. حالا در شرایطی که نرخ انتظارات تورمی ما 40 تا 50% هست، وقتی شما نرخ بهره 18% و 20% دارید، یعنی نرخ بهره شما منهای 20 تا منهای 30% هست. اگر در سال 96 ما بالاترین نرخ بهره واقعی در دنیا رو داشتیم، در سال 1400 احتمالاً یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بهره در دنیا رو داریم. من فکر می‌کنم الان تورم ونزوئلا رو امروز نمی‌دونم، ولی اگر ونزوئلا رو بذاریم کنار، باورم این هست که ما یا اول هستیم از نظر در واقع پایین‌ترین نرخ بهره در جهان یا منفی‌ترین نرخ بهره در جهان، یا مثلا دوم یا سوم هستیم. دقیق می‌فهمم اینا خیلی با هم فرق داره. اینکه ما نرخ بهره اسمی رو بیایم معیار سیاست گذاری قرار بدیم، معیار تحلیل اقتصادی قرار بدیم، اینها به فاجعه می انجام متاسفانه. و در کشور ما عرض کردم خیلی باب افراد خیلی راحتن در اظهار نظر. یک مقداری فرد باید خود در واقع خود نگهداری داشته باشه در اظهار نظر، در قضاوت. ببینید اینها کارهای خیلی تخصصیه، اینها تحلیل های بسیار تخصصیه. چطور اگر یک بیماری فرد پیدا کنه، خدای نکرده اگر فردی سرطان پیدا کنه، باید بره بهترین متخصص رو پیدا کنه؟ چرا در مورد سرمایه گذاری خودتون، در مورد پول خودتون نمیرید بگردید بهترین رو پیدا کنید، بهترین تحلیل رو پیدا کنید، بهترین تحلیلگر، بهترین اقتصاددان، فردی که صاحب تجربه هست در بازارهای مالی؟ چرا از هر فردی میاد سیگنال میگیرید، از هر فردی میاد قضاوت میگیرید؟ پس نکته اساسی بنده این هست که نرخ بهره و به خصوص مقایسه نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری که تحت عنوان نرخ بهره واقعی میشناسیم از همه مهمتر هست. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، اگر نه همین رو ادامه میدم. نرخ بهره، بله. حالا سوال بعدی بنده این بودش که اتفاقاتی که حالا راجع به نرخ ارز و اتفاقاتی که تو بازارهای جهانی میفته چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه ما داره؟ اتفاقات، ببینید یک بخشی اتفاقاتی است که در داخل بازار، در داخل کشور خودمون میفته، یک بخشیش بازار جهانی. اگه اجازه بفرمایید من هر دو رو پاسخ بدم خدمتتون، چون احساسم این است که این دوستانی که الان در لایف حضور دارن احتمالاً به هر دو اینها علاقمند هستن. ببینید در راستای صحبتی که برای در پاسخ به سوال پیشین شما داشتم، الان دقت بفرمایید که اتفاقاتی که مثلا از ابتدای سال 99 تا الان افتاده. در ابتدای سال 99 نرخ بهره تثبیت شده بود، نرخ تورم رو به فزونی بود، انتظارات تورمی به شدت رو به افزایش بود. در اون زمان دولت می توانست اوراق عرضه کند، در اون زمان دولت می توانست نرخ بهره رو 2-3% افزایش بده، جلوی انتظارات تورمی رو بگیره. بازار سهام هم به یک تعادل خیلی خوبی می رسید، شاخص هیچ وقت به 2.2 میلیون نمی رسید، ولی احتمالاً به 1.2 میلیون می رسید. دقت می فرمایید بدون فراز و فرود یک شرایط بسیار باثباتی ایجاد میشد و احتمالاً اگر که وزیر اقتصاد به توصیه دلسوزان در اون زمان عمل میکرد و اینقدر خودسری انجام نمیدادن متاسفانه، احتمالاً الان به عنوان بهترین وزیر اقتصاد تاریخ ایران شناخته میشدن. ولی دقیقاً عکس این رو انجام دادن، جلوی انتشار اوراق رو گرفتن. در نیمه دوم سال 98 جلوی انتشار اوراق رو گرفتن، در نیمه اول سال 99 در فصل اول همینطور، از روز 13 خرداد سال 99 تا نیمه
شهریور سال 99 به شدت اوراق تزریق کردن. البته شدت خیلی بالا نداشته ولی نسبت به قبل که صفر بوده، یعنی به شدت، یعنی یه دفعه شروع کردن به انتشار اوراق. خب بازار داشت بالا میرفت. شما ملاحظه فرمودید که از 13 خرداد تا حدود 15 مرداد 2 ماه طول کشید اثر این سیاست جدید که کاملا معکوس سیاست قبلی بود روی بازار تاثیر خودش رو گذاشت. شاخص تا 2,100,000 بالا رفت، بعد سقوط کرد. بسیاری از افراد کله کردن، در واقع سهامشون به شدت کاهش پیدا کرد. دقت می‌کنید اینها رو بهش نمیگن سیاست گذاری اقتصادی، اینها رو بهش میگن بی سیاستی. دقت می‌کنید؟ خب حالا بازار سهام سقوط کرده، مجددا انتشار اوراق متوقف میشه، بازار سهام به سقوط خودش ادامه میده، همینجور وضعیت ادامه پیدا میکنه تا انتهای سال. دیگه دولت پول نداره، کسری بودجه داره، تنخواهگردان پر شده، دوباره شروع میکنه به عرضه اوراق. بهمن ماه عرضه میکنن، اسفند ماه عرضه میکنن، فروش نمیره، از محل در واقع پول پرقدرت بانک مرکزی تامین میکنن، میاد وارد سال 1400 میشه. سال 1400 تورمی ترین و انبساطی ترین بودجه تاریخ ایران رو متاسفانه دولت ارائه میده، پیشنهاد میده، مجلس انقلابی تصویب میکنه، در حالی که در دو جناح مختلف هستن. مجلس انقلابی حتی فکر نمیکنه که در دولت بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت به شدت در عرض 5 ماه کل بودجه رو مصرف میکنه، کل تنخواهگردان بانک مرکزی که برای 1 سال بوده در اختیارش بوده مصرف میکنه و با تورمی ترین شرایط تاریخ احتمالا 70 سال گذشته دولت در واقع زمام قدرت رو به دولت جدید تقدیم میکنه. دولت جدید بلافاصله این بار رشد پای پولی رو صفر میکنه، تمام کسری بودجش از محل اوراق تامین میکنه، در حالی که در دو کشور پیشرفته. خب عزیزان من، شما که میخواید این کارو بکنید، من نمیگم از بنده بپرسید، برید از یک متخصص بپرسید. اگر متخصص در ایران ندارید برید از خارج. بالاخره ما یک تعدادی در واقع افراد دو کشور دوست و برادر داریم، بالاخره در اون کشورها ممکنه متخصصی باشه که بتونه به شما کمک کنه. در کشورهای دیگر، در کشورهای پیشرفته، یه چیزی حدود 20 تا 25 درصد اوراق رو معمولا بانک مرکزی در واقع در بلند مدت، در حالت تعادل بلند مدت خریداری میکنه. یعنی اینطور نیست که اگر بانک مرکزی مستقل بود واقعا پای پولی افزایش پیدا نکنه یا بانک مرکزی نسبت به خرید اوراق اقدام نکنه، منتها به صورت حداکثری اوراق خریداری نمیکنه. 20 تا 25 درصد اگر خریداری میشد در ماهای مرداد و شهریور، باز شرایط اینطور نمیشد. خب من خودم اعلام کردم در روز در انتهای تیر ماه، اعلام کردم که ما اون شرایط گذشته رو به پایان رسیده و بازار بورس در حال رشد. الانم نظرم همینه. اما اتفاقی که افتاد این بود که یک دفعه شروع شد 2 ماه پشت سر هم به شدت اوراق عرضه شد، باز دوباره ماه مه متوقف شد. خب ماه مه متوقف بشه، ما با یک تاخیر 1-2 ماهه اثرش ظاهر میشه. حالا باید ببینیم به کجا میریم. همین 1.5 سال اگر که به صورت ممتد این اوراق عرضه میشد، الان شاخص بازار سهام ما یه چیزی حدود 1,400,000-1,500,000 بود، بدون اینکه اصلا این نوسانات شدید و افراد تحمل کرده باشند، این تغییرات شدید در ثروت افراد اتفاق افتاده باشه که بعضی ها در این بازار به شدت بازنده باشند، بعضی ها به شدت برنده باشند. دقیقاً بدون اینکه بعضی از افراد که قدرت دارن، صاحب نفوذ هستن، صاحب قدرت هستن، در واقع بتوانند ثروت دیگران رو در اختیار خود بگیرن، تصاحب کنن به یک نحوی، این اتفاق نمی‌افتاد. خب این در مورد بازار ایران بود. بازار جهانی رو که شما بخواید ببینید، بازارهای جهانی هم از زمانی که کرونا اومد، یعنی از ماه بهمن سال یا ماه فوریه سال 20، فکر میکنم فوریه سال 2019 بود دیگه، درسته؟ بله. از اون ماه دقیقا خیلی وضعیت عجیبی داشتن. اول بازارها به شدت صعود کردن، سیاست های انبساطی که بانک های مرکزی دنیا به خصوص فدرال رزرو امریکا در زمینه در واقع احیای اقتصاد داشته، در طول تاریخ اقتصادی دنیا بی نظیر بوده. در سال 2009 و 2010 وقتی که QE یا تسهیل مقداری در امریکا شروع شد، اینها در واقع محدودیت داشت. مثلا اعلام کردن 600 میلیارد دلار، 700 میلیارد دلار چیکار میکنن؟ تزریق میکنن در اقتصاد، یعنی محدود بود. یعنی بانک مرکزی نمیتوانست بدون محدودیت داره مثلا اوراق بلند مدت خریداری کنه، یا اوراق با کیفیت پایین تر رو خریداری کنه، یا اوراقی که مثلا ریسک اعتباری بالاتری داشتن. اما در سال 2020، در سال گذشته و تا امروز، بانک مرکزی امریکا و بانک‌های مرکزی دنیا بی محابا و بدون محدودیت اقدام به سیاست‌های انبساطی کردن.
خب این سیاست های انبساطی اگر در گذشته اتفاق می افتاد به شدت ممکن بود تورم رو رشد بده. الان تورم رشد کرد در ماه جون و جولای، فکر ماه جون بود تورم به بالای 5% هم رسید. اما برداشت این هست که این تورم ترانزیتوری هست. ترانزیتوری یعنی مدت محدود این تورم ادامه پیدا میکنه بعد متوقف میشه. دقیق فرمود، یعنی برمیگرده به اون تارگت، در واقع هدف تورمی، هدف گذاری تورمی که زیر 2% هست، احتمالاً به اون برمیگرده. در این شرایط ببینید حجم پولی که منتشر شده بسیار بسیار بالا بوده، اما نرخ تورمی که افزایش پیدا کرده خیلی محدود بوده. اون هم فقط در یک جای خاص تورم رشد کرده، اون هم در کامادیتیز بوده. مثلا قیمت نفت به شدت رشد کرده، بالا رفته، ولی قیمت طلا بالا نرفته، در حالی که همه پیش بینی می‌کردن قیمت طلا بالا بره. کجا اومده این شوک تورمی رو دریافت کرده، جذب کرده؟ این شاک ابزوربر کجا بوده؟ این کمک فنره اقتصاد کجا بوده که تونسته مثلا این حجم پول بسیار سنگین رو جذب کنه؟ اون بازار کریپتو بوده. ظاهرا بازار کریپتو بود که بخش عمده ای از شوک تورمی رو جذب کرده. دقیق می‌فرمایید. خب حالا در روی بازار ما چه تأثیر می‌گذاره؟ دو تا تأثیر می‌گذاره. یکی اینکه کامادیتی افزایش پیدا کردن، نرخ کامادیتی افزایش پیدا کرده، بعضی رو به شدت افزایش پیدا کرده ولی خب در بازار ما نبوده. یعنی مثلا اگر ما به اروپا گاز صادر می‌کردیم، قیمت گاز در اروپا 3 تا 4 برابر شد. ما می‌توانستیم ثروت عظیمی داشته باشیم، ولی خب تصمیم ما این بوده که گاز مثلا به اروپا صادر نشود، یا موفق نشدیم، یا تحریم‌ها و بقیه مسائل ژئوپلیتیک و سیاسی و اینها تأثیر گذاشته بود، ما نتوانستیم از این موقعیت استفاده کنیم. قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرده، قیمت برخی از فلزات اساسی خیلی افزایش پیدا کرده، قیمت فلزات نادر خیلی افزایش پیدا کرده، به طور مشخص قیمت لیتیوم خیلی افزایش پیدا کرده. اگر ما معادن لیتیوم داشتیم که داریم، ولی به بهره برداری نرسیده، فکر می‌کنم در استان خراسان جنوبی باشه، ما معادن لیتیوم خوبی داریم. امیدوارم که برسیم به این که من مطمئنم اگر همین الان می‌خواستیم منابع جذب کنیم، اگر در بازار بورس اعلام می‌کردیم آقا ما می‌خوایم معدن رو راه بندازیم، بیاید سرمایه‌گذاری کنید، بسیاری از افراد حاضر بودن سرمایه‌گذاری کنن. ولی خب دولت باید یک تلاشی بکنه دیگه. بالاخره متأسفانه کشور یک مقداری در سکون و سکوت هست، در واقع نمی‌بینیم که رشد اتفاق بیفته، نمی‌بینیم که به سمت توسعه حرکت کنیم. علی‌ها ببینید، این که قیمت‌های کامادیتی در دنیا افزایش پیدا کرده، باید ببینید که کدوم شرکت وابسته است به این قیمت کامادیتی، یا در بازار داخل مثلا میتونه قیمتش رو بر اساس قیمت جهانی تعدیل کنه، یا اینکه صادرات داره. چنین شرکت‌هایی میتونن وضعیت بسیار خوبی داشته باشن. منتها وضعیت کلی بازار سرمایه نه فقط متأثر شد از اون مسئله، ببینید اوراق برای بازار سرمایه نه فقط منفی نیست بلکه مثبته. اصلا این که من حاضرم با هر کس، با هر تمام فعالان بازارم اگر حضور داشته باشن اینجا، یک زمانی یک در واقع طرح اصلاح نظام بانکی نوشته بودن، یه چیزی حدود 30 تا 40 نفر در این طرح مشارکت داشتن. بنده ادعا، یعنی تقاضا کردم از اینا، گفتم من حاضرم تک نفری با تمام شما 40 نفر مناظره کنم، چون بنده سابقه بانکداری بین‌المللی دارم، 10 سال استاد بانکداری دانشگاه ولنگون بودم، شما حتی یک دونتون سابقه یک روز کار در نظام بانکی ندارید. الانم عرض میکنم من حاضرم با فعالان بازار در مورد اینکه عامل سقوط بازار چه بوده به مناظره بنشینیم. اوراق به ضرر بازار سرمایه نیست، به نفع بازار سرمایه است. اما اینکه یه دفعه شما بیاید یه دفعه مثلا در عرض یک ماه 6 مثلا این دفعه مثلا 4 ماه مطلقاً اوراق عرضه نکنید، بعد در عرض 2 ماه به شدت اوراق عرضه کنید، نرخ بهره رو باید بالا ببرید، من در این مسئله مشکلی ندارم. اما اینکه شما یه دفعه مثلا در از یک ماه نرخ بهره رو 2% بالا ببرید، این هاست، یعنی البته نرخ سود اوراق منظورم هست، این هاست که تأثیرات منفی در اقتصاد میگذاره. از اون طرف هم رقیب جدی برای بازار سرمایه پیدا شده که بازار کریپتو هست. حالا اگر بعداً اگر سوالی داشته باشید، من میتونم در مورد آینده‌ام توضیح بدم که پیش بینی ها به کدوم سمت میرود. خیلی ممنون توضیحاتتون. تحلیل شما از تأثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران به چه صورت؟ بله سوالتون خیلی سوال خوبیه. قیمت نفت، ببینید واقعیتش این هست که ما متاسفانه دچار این نفرین شدیم. نمیدونم، شاید کسی ایران رو نفرین کرده که ما مطلقا نتوانستیم از نفت استفاده کنیم در جهت توسعه. البته برخی از افراد
قسمتی از جامعه استفاده بردند. مثلا زمانی که ما درآمد نفتی خیلی گسترده داشتیم در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بسیاری از افراد رو ما برای تحصیل، برای ادامه تحصیل به خارج فرستادیم که بخش اعظم اونها بر نگشتن. حالا اگرم بر میگشتن، البته هیچ استقبالی نمیشه، فرش قرمزی هم برای کسی که در خارج تحصیل کرده، زحمت کشیده، اینها فراهم نمیشه. ولی این افرادی که در واقع بورسیه دریافت کردن منتفع شدن دیگه. بالاخره زندگی من خاطرم هست یه زمانی امریکا بودن، بعد نسل قبل از ما که اونجا اومده بودن، اینها مثلا $1000 از دانشکده میگرفتن، $1000 از دولت ایران گویا میگرفتن، $1000 هم خانواده‌هاشون میتونستن ارز هفتمن برشون بخرن. اون زمان هم ارزش دلار خیلی بیشتر از الان بود. یعنی کسانی که اول انقلاب برای ادامه تحصیل رفته بودن خارج از کشور خیلی منتفع شدن. در این حال بخشی از جامعه ما بسیار منتفع شدند از درآمدهای نفتی. مثلا اینکه درآمدهای نفتی ما از سال 1350 تا امروز، حالا 50-52 تا امروز، اینطور بوده که در واقع سوبسید میدادیم به واردات کالای خارجی. بنابراین اگر کسی اقدام به تولید ملی کرده به شدت متضرر شده. اما برعکس اگر کسی اقدام به واردات کرده، خب به شدت منتفع شده. همین الان شما میبینید که برخی از کالاهای اساسی ارز 4200 بهشون تخصیص پیدا میکنه. شاید برخی از مردم ندونن، تصور کنن که ارز 4200 مثلا دولت خودش میره مثلا دون مرغ وارد میکنه یا خوراک دام وارد میکنه. نه، چنین نیست. میده تقدیم میکنه به یکی از مثلا به یک سری از افراد بسیار متمول ایرانی و اونها هم زحمت میکشن برای دولت، در واقع این جو رو میکشند و سود خودشون رو، سود بسیار خوبی رو میبرند و سالهای سال هم این ادامه داشته بدون که کسی در واقع اعتراض کنه. پس درآمد نفتی توسعه برای کشور به ارمغان نیاورده مگر در برخی از زیربخش‌های خاص. دقت می‌فرمایید، مثلا اینکه ما دانشگاه‌هامون نسبت به بقیه شؤون کشور از توسعه بهتری برخوردار بوده، اینا واقعیت. یا حالا به درآمد نفتی ربط نداره، ولی مثلا آموزش دختران و زنان در ایران خب در طی 30-40 سال گذشته خیلی سرآمد بودیم، یعنی خیلی رشد کرده نسبت به اون چیزی که قبلا بودیم. دقیق می‌فرمایید، یک اتفاقات اینطوری ما می‌بینیم که افتاده. اما به طور کلی نه، ما نفت برای ما توسعه به ارمغان نیاورده. نفت چه کرده؟ ببینید، ما چون آتش توسعه داشتیم از قبل از انقلاب، این قضیه بوده. اتفاقا از قبل از انقلاب همین رویه که امروزم هست از قبل از انقلاب شروع شده. یعنی الان فلان وزیر انقلابی ما که داره صحبت میکنه و مثلا نظر میده که باید درآمد نفت و وارد اقتصاد کرد به این صورت، دقیقا همون نظری رو میده که سال 51 سال 52 دولت وقت همین نظر رو داشته. ببینید، برداشت این بوده که ما کسری بودجه ریالی داریم، میتونیم از محل مازاد درآمد ارزی جبران کنیم. دولت مالیات بنزین کافی جذب نمی‌کرده، کسری بودجه داشته، ولی درآمد نفت مازاد داشته. این درآمد نفت رو می‌آورده، دولت می‌داده به بانک مرکزی. بانک مرکزی پول چاپ می‌کرده، خلق پول می‌کرده، پای پولی رو بالا می‌برده، در اختیار دولت قرار می‌داده در بازار بین بانکی. دولت این رو خرج می‌کرده، نظام بانکی دستش باز می‌شده، می‌تونسته چندین برابر که تحت عنوان ضریب فزاینده شناخته میشه یا ضریب تکاثر پولی شناخته میشه، چندین برابر خرج پول کنه در جامعه. این روندی بوده که در تمام این سال‌ها ادامه داشته. این روند موجب تورم‌های خیلی شدید می‌شده. حالا وقتی که تورم به وجود می‌اومده، بانک مرکزی مسئول بوده دیگه. بانک مرکزی برای که از در واقع این بار رو از رو دوش خودش برداره، بخشی از اون ارزی رو که از دولت خریداری کرده بوده می‌اومده در جامعه می‌ریخته. خب چی می‌شده؟ نرخ قیمت کالاهای داخلی افزایش پیدا می‌کرده، یا کالاهای سددناپذیر مثل قیمت زمین به شدت بالا می‌رفته. قیمت کالای همزمان که این داره قیمت زمین داره بالا میره، قیمت کالاهای سددناپذیر در اقتصاد داشته رشد میکرده، خدمات به شدت قیمت داشته بالا میرفته، همزمان با قیمت کالای تولید داخل داشته رشد میکرده، همزمان سوبسید پرداخت شده، قیمت ارز پایین اومده، سوبسید به واردات کالای خارجی پرداخت شده. پس همزمان ببینید، اگر در یک تعادلی بوده، قیمت کالای داخلی رشد کرده، قیمت کالای خارجی کاهش پیدا کرده. پس این فاصله مرتب زیاد شده. کی برنده است؟ اون که قیمتش ارزان‌تره. بنابراین ما به یک فرایندی دوچار شدیم که تحت عنوان بیماری هلندی در دنیا شناخته میشه. خیلی از کشورهای دنیا با این کامل آشنا هستند و سعی کردن جلوی این رو بگیرند. متاسفانه ما 50 ساله که به این نوع سیاست‌های
نابخردانه متاسفانه ادامه دادیم. حالا راهکار چه هست؟ راهکار این هست که اون بودجه افزایش بود در واقع درآمد ارزی، درآمد نفتی که ما داریم، درآمد حاصل از فروش ثروت به صورت ارز که داریم، این رو می‌اومدیم از خارج خرید خدمت می‌کردیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا با یک کمپانی مثلا چینی قرارداد می‌بستیم، می‌گفتیم شما بیا مثلا 10,000 کیلومتر در کشور ما راه آهن بکش. و کلید در دست می‌دادیم. دقیقا فرمان که این ارز وارد اقتصاد ایران نشه که تخریب کنه، چون ارز کردم خدمتتون یا به صورت تورم این ارز نفتی یا تبدیل به تورم میشه، یا تبدیل میشه به چی؟ یا تبدیل میشه به سوبسید برای واردات کالای خارجی. به چون که کالای خارجی وارد کنیم، زیر ساخت خارجی وارد میکردیم. مثلا قطارهای کشور آلمان شرکت سیمنس درست کرد که این قطارها به راحتی ریلایبل 350 کیلومتر در ساعت حرکت میکنند. چین کل این تکنولوژی رو خریداری کرد و کشور خودش رو به شدت توسعه داد. این قطارها 1 کیلومترش در امریکا نیست، ولی در چین یک شبکه گسترده چند ده هزار کیلومتری از قطارهای پرسرعت است. الان ظرفیت مازاد دارن، ما میتونیم در کشورمون حداقل 2-3 هزار کیلومتر از همین قطارها میتونیم داشته باشیم، اون وقت نیاز به پروازم نداریم. و بسیار، من چون خودم در اسپانیا یه بار این قطارها رو تست کردم، البته قطار اسپانیایی تکنولوژیش با قطار چینی و آلمانی فرق میکنه، قطار ژاپنی هم تکنولوژیش خیلی فرق داره، اون خیلی بالاتر از بقیه است، اما علی حال بسیار بسیار در واقع کانوینینت هست، بسیار راحت هست این قطارها. ما میتونیم مثلا زیر ساختا رو با استفاده از درآمد ارزی در واقع تأمین کنیم، از اون طرف سعی کنیم که در واقع اقتصاد ریالی هم داشته باشیم که اقتصاد ریالی به ثبات برسه. برای به ثبات رسیدن و اقتصاد ریالی، کسری بودجه باید از محل اوراق تامین بشه. و اگر از که عرض کردم، باز مجددا تاکید میکنم، اگر اوراق رو به صورت یکسان، به صورت نه اینکه پستی بلندی داشته باشه، یک 3 ماه عرضه نکنیم بعد 2 ماه عرضه کنیم دوباره عرضه نکنیم، اگر به تدریج اوراق عرضه بشه، هیچ مشکلی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. نمیدونم پاسخ سوالتون رو دادم. بله، دست شما در نکنه، خیلی ممنون. سوال بعدی دوستان این بوده که حجم پول در گردش و نقدینگی در دست مردم به چه صورت در اقتصاد تاثیر میذاره؟ احسن، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید. ببینید، مسئله اینجاست که ما یکی از بالاترین نرخ‌های رشد نقدینگی در بلند مدت در دنیا رو داشتیم. کشور ما، کشور ایران، رکورددار این قضیه است. اگر در عرض کردم چندین بارم، اگر در کتاب گینس نمیبینید، میشه مثلا دولت ایران بره به گینس بگه ما طولانی ترین دوره تورم رو در دنیا داشتیم، ثبتش کنید به عنوان رکورد. اما این رکورد مایه شرمندگی بند است به عنوان یک اقتصاددان که ما طولانی ترین دوره تورمی دنیا رو داشته باشیم. چرا؟ چون طولانی ترین دوره خلق پایه پولی در دنیا رو داشتیم. چرا طولانی ترین دوره خلق پایه پولی در دنیا رو داشتیم؟ از دو در واقع مرجع این رشد نقدینگی بر اساس پایه پولی به وجود آمده. یکی این است که بسیاری از بانک‌های ما وام‌هایی می‌دهند که چون نظارتی نیست و بالاخره آزادی مطلق در برخی از زمینه‌ها وجود داره در کشور ما، وام‌هایی دادن، این وام‌ها بر نمی‌گرده، کسی هم فکش نمی‌گرده، کسی هم اعتراض نمی‌کنه. دقیق می‌فرمایید. و این وام‌ها چون بر نمی‌گرده، پس انباشت پول رو در جامعه افزایش میده، چون هر تسهیلاتی که ایجاد میشه به منظره خلق پول هست. وقتی تسهیلات بر نمی‌گرده، بخشی از این تسهیلاتی که بر نمی‌گرده تسهیلات دولتی است که دولتی هیچ وقت بنا نداشته برگرداند تسهیلات رو. پس کل بدهی‌های غیر اوراقی در واقع غیر جاری است، یعنی نکول شده است. این یک دلیلی که نقدینگی در کشور ما به شدت رشد کرده. به قدر می فرمایید. یک قسمت دیگه از این بدهی های نظام بانکی، بدهی بخش خصوصی بوده که افرادی که به بانک ها نزدیک هستند و بالاخره نور چشم هستند، اینها وام می گیرند و اصلا بنا از روز اول هم بنا ندارن تحویل بدن. این یک دلیل عمده در واقع رشد نقدینگی در این 50 سال هست. دلیل دیگر هم که خدمتتون عرض کردم، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی است، درآمد نفتی است. اینها باعث شده که ما رشد نقدینگی بسیار بالا داشته باشیم و تورم بسیار بالا داشته باشیم. خب حالا چه باید کرد که این رو اصلاح بکنیم؟ تک تک اینها نه فقط باید اصلاح بشه، بلکه از منظر تقاضای مبادلاتی پول هم ما باید سیاست گذاری انجام بدهیم. خب طرف عرضه رو چگونه سیاست گذاری کنیم؟ یکی اینکه نظارت بانکی رو افزایش بدیم. تا امروز که
50 سال از قبل از انقلاب تا امروز بنای نظارت و نظام بانکی وجود نداشته، در دولت جدیدم فعلا که سکوت محض است در این مورد. دقت می‌فرمایید، ما احتیاج به یک فرد قاطع و جدی داریم که ناظر بانکی بشود. فعلا که ما چنین چیزی نمی‌بینیم. خب پس این مسئله از این نظر احتمالا شرایط نسبت به گذشته فرق نخواهد کرد. یک مسئله بدهی دولت هست که بدهی دولت اگر تبدیل به اوراق بشه بخشی از این خلق پول و جلوش رو میگیره و این البته میتونه آثار کوتاه مدتی بر بازار سرمایه داشته باشه، یعنی آثار منفی بر بازار سرمایه میتونه داشته باشه. بخشی هم از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی از محل درآمد نفتی هست که این هم میشه چیکار کرد؟ این هم میشه تفکیک بودجه ارزی از ریالی انجام بدیم، خدمت رو عرض کردم، و سرمایه گذاری کنیم در زیر ساختا، ارز رو در واقع هزینه کردمون هم ارزی باشه و کامل میشه این مسئله رو کنترل کرد. من تا توصیه که من به سیاست گذار دارم پس که فقط به طرف عرضه پول نگاه نکنه، طرف از این در واقع تقاضای مبادلاتی پول هم در نظر بگیره. تقاضای مبادلاتی پول بخشیش در بازارهای مالی است. بنابراین اگر شما میخواید در سیاست تورمیتون موفق بشید، حتما باید بازار سهامتون رو دیر یا زود فعال کنید. دقت فرمودید، اگر منابع جذب بازار سهام بشه، این یک سیاست ضد تورمی است. اگر شکست بخوره بازار سهام در جذب منابع، این منابع از بازار سهام خارج بشه، این یک سیاست تورمی است. دقت می‌فرمایید، بازار سهام حتی از اینم مهم‌تر میتونه باشه. مثلا شما سال گذشته ملاحظه فرمودید که وقتی بازار سهام فعال بود چند درصد از شبه پول نسبت شبه پول در نقدینگی کاهش پیدا کرد و نسبت پول در نقدینگی افزایش پیدا کرد. دقیقاً می‌فرمایید اگر ما به اون طریقی که خدمت شما عرض کردم، یعنی با سیاست‌های در واقع تأمین کسری بودجه، سیاست‌های علمی تأمین کسری بودجه اگر ما جلو می‌رفتیم، الان وضعیت خیلی خوبی داشتیم. ولی متاسفانه نرفتیم. پس توصیه اکید بنده این است، این به عهده سیاست‌گذار که ریسک بازار سهام کاهش بده، حتی اگر ریسک سایر بازارها رو افزایش بده هیچ مشکلی نداره. یعنی اگر حتی ریسک بازار ارز افزایش پیدا کنه، بازار ارز نوسان کنه، اما سعی کنه ریسک بازار سهام کاهش بده. این خیلی میتونه کمک کنه در سیاست‌های ضد تورم. یعنی بازار سهام اتفاقا ضد تورمی است، برعکس اون چیزی که بعضی از اقتصاددانان میفرمایند. بله، خیلی ممنون از پاسخ جامعتون. ممنون میشم صحبتی راجع به تاثیرات نرخ سود بانکی و سود بین بانکی بر اقتصاد داشته باشیم. احسنت، اینم خیلی سوال خوب. خب ببینید، مهمترین ابزار سیاستی که در اقتصاد مدرن در دنیا داریم، حداقل در سیاست گذاری پولی داریم، نرخ بهره است. یعنی اگر نرخ بهره، نرخ بازار، وقت نرخ بهره، نرخ‌های بهره متعدد داریم. هر وامی که داده می شود خودش می تونه یک نرخ بهره خاص داشته باشه، یک نرخ سود خاص داشته باشه. دقیق می فهمید کدوم نرخ رو ما به عنوان نرخ پایه در نظر می گیریم و هدف گذاری انجام می دیم؟ این همین نرخ بین بانکی است. این نرخ بین بانکی یک رابطه مشخصی با نرخ اوراق پیدا می کنه و با نرخ سپرده ها در نهایت باید پیدا بکنه. توصیه اکید من این هست که نترسیم از اینکه نرخ بهره رو افزایش بدیم، نرخ بهره بین بانکی رو افزایش بدیم. می شود نرخ بهره بین بانکی رو افزایش داد، تورم انتظار تورمی رو کاهش داد، آثار سو هم می شود بر بخش واقعی اقتصاد نداشته باشه، بر بازار سهام هم نداشته باشه. منتها این کار زیادی رو می طلبد، این نظر متخصص رو می طلبد. دقیق می فرمایید، کار هر کس نیست، بالاخره متخصص می خواد این کار. پس نکته اصلی این هست که ما چون در واقع انتظار تورممون خیلی بالاست، مهمترین ابزاری که در اختیار داریم افزایش نرخ بهره است. منتها من در یکی از توییت ها نوشتم، نمیدونم شما ملاحظه فرمودید یا نه، توصیه بنده این بود که بیش از 1% نرخ بهره رو در ماه افزایش ندهید که شرایط مثل شرایط ماه گذشته بازار سهام نشود. توصیه دیگر بنده این هست که اوراق، اتفاقا یکی از عزیزان بودن که به من گفتن که اینو مطرح کن و من با اجازه خودشون مطرح میکنم، حالا چون اجازه نگرفتم اسمشون رو اینجا خدمتتون نمیگم، ولی یکی از عزیزان دلسوز بازار بودن که گفتن اوراق توسط صندوق تسویق بازار و صندوق توسعه بازار ارائه بشود و این صرف در واقع تسویق بازار بشود، کاملا به نظر من توصیه خوب و درستی هست. توصیه من این هست، ببینیم اتفاقی که در دنیا در سیاست ضد تورمی افتاده این هست که نرخ بهره رو افزایش دادن، نرخ بازار بین بانکی رو افزایش دادن، تورم کنترل شده.
بعد وقتی تورم کنترل شده، نرخ بهره و نرخ تورم هر دو با هم کاهش دادن تا اینکه برای همیشه مشکل حل شد. در چنین شرایطی معمولا بازار سهام ضربه میخوره. چه مدت ضربه میخوره؟ یه چیزی حدود 18 ماه. 18 ماه بازار سهام ضربه میخوره. بعد از این 18 ماه اون وقت تازه عروسیشون شروع میشه. یعنی شما میبینید یه دفعه 4 سال 5 سال بازار سهام رشد میکنه. حالا چرا بازار سهام رشد میکنه بعد از اون؟ به خاطر اینکه نرخ تنزیل حالا کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه نااطمینانی کاهش پیدا میکنه. من توصیه‌ام این هست که اگر مثلا اون 18 ماه هم میشه در عرض یک سال انجام داد، اگر بنا هست سیاست‌های ضد تورمی در پیش گرفته بشه، در اون یک سال سعی کنن سیاست توسعه بازار رو به شدت دنبال کنن که اینجوری نشه که بازار بیاد پایین بعد بره بالا، مثل شرایطی که سال گذشته اتفاق برعکس این اتفاق افتاد، بازار به شدت رفت بالا باز اومد پایین. هدف سیاست گذاری، هدف یکی از اهداف عمده سیاست گذار اقتصاد کلان به خصوص این هست که نوسان‌های اقتصادی رو کنترل کنه. هدف دیگر البته رشد اقتصادی است، ولی دو بخش، یعنی در واقع دو تا سید در واقع تمرکز علم اقتصاد کلان داره، یکی افزایش رشد اقتصادی است، یکی کاهش نوسانات اقتصادی. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون از توضیحات کامل شما. ما حالا تلاش کردیم که به اکثر متغیرهای اقتصاد کلان بپردازیم. قطعا خیلی از دوستان دوست دارن که شما سخنی توصیه‌ای براشون داشته باشین که به چه صورت توی این بازار سرمایه گذاری بکنن. ممنون میشم راهنماییمون بکنید. من توصیه اکیدم این هست، اگر آشنایی ندارید یا سرمایه گذاری نکنید، یا اگر خواستی سرمایه گذاری بکنید از متخصص مشورت بگیرید. قبی فرمایید. این البته یک اشکالی ما داریم، ما بالاخره تعدادی سبدگردان و صندوق داریم. خب برخی از اینها افراد متخصص با تجربه هستند، برخی از افراد مطمئن نیستم، یعنی همه یکسان نیستند. این مسئله دقت بفرمایید. اما حتی اگر تخصص دارید، دقت بفرمایید که الان اگر ما حدود 800 تا سهم داشته باشیم، از این 800 تا سهم باشه، اگر 700 تا سهم داشته باشیم، از این 700 تا سهم یه چیزی حدود 150 سهم وضعیت سوداوری مناسبی به مطلقا ندارد. پس چند سهم میمونه؟ یک چیزی حدود 550 سهم میمونه. از این 550 سهم یک تعداد زیادی از این سهام ها گران هستند. اگر بخرید ضرر میکنید. بله درست. اگر بخرید ضرر میکنید. پس بنابراین چند تا سهم ما داریم که احتمالا سودآور خواهند بود، یا فرد اگر بخره به قیمت خواهد بود. منظورم از به قیمت این است که شما سهم رو میخرید، دو سال دیگه نگاه میکنید ببینید حداقل بنظر تورم به شما سود داده. من برداشتم این است که این سهام هایی که به قیمت هستند یا ارزان هستند، این حدود 100 تا سهم هستند. در این 100 تا سهم یک تعدادی سهم بسیار ارزان و بسیار سودآور در بازار هستند. اتفاق بدی که در طی یک ماه نیم گذشته افتاده این هست که برخی از این سهام‌های بسیار سودآور و ارزان رو به شدت ریزش پیدا کردند. این یکی از نشانه‌هایی است که ممکنه به دلیل فساد باشه. یعنی افرادی متوجه شدن که فلان سهم، اجازه بفرمایید من خدمتتون عرض کنم، من اسم اینو گذاشتم افتضاح مادر خانم. حالا عرض می‌کنم چرا. به خاطر اینکه تعدادی از افرادی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، این سهام‌های با ارزش صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو می‌فروشند. دقیقاً همزمان خودشون در بازار اقدام به خرید می‌کنند. اونطور برای اینکه مشخص نشه، برای ردگم‌کنی معمولاً به اسم مادر خانم خودشون خریداری می‌کنند. دقیقاً فرمودید این خیلی سخت‌تر از مثلا مادر خانمی که مثلا اسمش با اسم خانمشون متفاوت هست. حالا بعضی وقتا از پسرمو دخترمو ازدواج کردن، حالا این فرزندی که دارن نام خانوادگی مادر با نام خانوادگی فرزند یکی هست. دقیق میفهمید. ولی خب برای رد گم کنی معمولا بالاخره مادر خانم یک اسم کاملا متفاوتی از اسم فرد و همسرش داره. متاسفانه این اتفاق در بازار ما میفته. من انتظار دارم از فعالان بازار که مشارکت کنند، اینها باید رسوا بشوند. دقیق می‌فرمایید سهامی که بسیار بسیار ارزشمند بوده در طی یک ماه نیم گذشته یک چیز حدود 30 تا 40% کاهش قیمت داشته. اینها اگر افراد وابسته و مدیران صندوق اینها رو خریداری کردند، در کشورهای دیگر اگر بود به عقوبت خیلی جدی دچار می‌شدند.
دقت میفرمایید، ولی خب بالاخره کشور ما عرض میکنم در این زمینه ها آزادی مطلق ظاهرا وجود داره و نظارتی نیست، در حالی که در برخی از جاها که اصلا مشکلی پیش نیومده شما میبینید یه دفعه برخوردهای تندی میشه، ولی در این موارد که موارد در واقع نشانهای فساد هست میبینید که زیاد جدی گرفته نمیشود. و من انتظار دارم، البته میدونم که مدیران فعلی بازار سرمایه پیگیر این مسائل هستند، یعنی بالاخره پیگیر فساد هستند، پیگیر اعمال نفوذ در بازار هستند، منتها از فعالان و از مدیران همه درخواست میکنم که دست به دست هم بدن، به جای اینکه همدیگر رو تضعیف کنیم بریم به سمتی که یک بازار سرمایه پاک و سالم داشته باشیم. باز اگر سوالی باشه. خیلی ممنون از توضیحاتتون، قطعا همینطوره. و حالا توضیحی که واسه یه سرمایه گذاران عزیز ما داشتین اینی که حتما آموزش ببینن و وارد این بازار بشن. به عنوان خیلی ممنون که امشب وقتتون رو برای ما گذاشتین، بسیار استفاده کردیم. به عنوان نکته پایانی چیزی برای ما دارین؟ در چه زمینه شما بفرمایید، من در خدمتم. در مورد این که سرمایه، حالا فرمودین که سرمایه گذاران ما باید حتما آموزش ببینن. خیلی ممنون که امشب کنار ما حضور داشتین، واقعا واسه استفاده کردیم. خواهش میکنم. من بالاخره مرکز مالی ایران زحمت میکشن، دورهای خیلی خوبی برگزار میکنن، ما هم در کلینیک اقتصاد همین کار رو انجام میدیم، البته همه دوره ها هم پوشانی ندارن، برخی از دوره ها هم هست که هم پوشانی دارد. مثلا من یک تحلیل فاندامنتالی ارائه دادم 70 ساعت، خیلی مبسوط بود. مرکز مالی هم یک چنین دوره ای داره و سپاسگزارم از شما. البته من یک سری دوره هم هست که هم پوشانی نداره، مثلا من کار پروژه بسیار بزرگی که در زمینه آموزش اقتصاد کلان در ایران شروع کردم که حدود الان 7 دوره است، 7 ماهه که ما ادامه دادیم و انشالله در ماه آینده به اتمام میرسه. 2 کتاب اول اقتصاد کلان دنیا که کتاب آقای منکیو در دانشگاه هاروارد انتشار سال 2019 و کتاب آقای بلانچار در دانشگاه MIT انتشار سال 2021 به طور کامل اسلاید ها دو زبانه ترجمه شده به فارسی و به طور کامل هر 45 فصل این دوتا کتاب رو ما عرضه کردیم که دوستان اگر صلاح دونستند من در خدمتون هستم. وظیفه بنده اشاعه علم و انتشار علم در ایران هست. اگر که بنا دارید که در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید، من بنا دارم که یک سری وبینارم برگزار کنم به صورت آموزشی، ولی برداشتم این است که میخوایم سهامی رو در واقع بررسی کنیم که بالاخره ارزشمند باشد. نکته آخر این که از نوسان‌های یکی دو ماه گذشته بازار نگران نشوید، بازار بازار ارزشمندی است، نه همه سهام‌ها. توصیه اکید بنده این هست سهام‌هایی رو فعلا خریداری کنید که پی بی ای پایینی دارند، چون سهام‌های بالا به قول حرفه‌ای‌های بازار، من چون خودم از 18 سالگی در بازار سهام حضور داشتم و الان تقریبا کسی رو پیدا نکردم که بیشتر از بنده در بازار سهام ایران سابقه کار داشته باشه، سابقه حضور داشته باشه. حالا ممکنه باشند، ولی اون زمان که من وارد بازار بورس می‌شدم همه پیرمرد بودن، مربوط به قبل از انقلاب بودن که بازار سهام رو می‌شناختن. توصیه اکید بنده این هست که سهام‌هایی رو با پی بی پایین بخرید، چون بازار پی بی های بالای بازار فعلا داره پی بی میشکونه. این اصطلاحی بود که اون زمان در بازار این پیرمردهای بازار به کار می‌بردن، یعنی پی بی مرتب داره کاهش پیدا می‌کنه، علی‌رغم اینکه شما می‌بینید که برای خیلی از این شرکت‌ها به شدت افزایش سود داشتن. مثال می‌ذارم خدمتتون، مثلا شرکت فولاد مبارکه واقعا سود بسیار خوبی رو نشون داده، شرکت بخارزم سود بسیار خوبی رو نشون داده، شرکت های لاستیکی ما خیلیشون سودهای خوب نشون دادن، شرکت های پتروشیمی ما که البته تفاوت دارن با هم، ولی در شرکت های پتروشیمی میبینید شما بخش زیادی از بازار ماشاءالله رشد کرده، سودهای خوب، یعنی واقعا وضعیت فاندامنتال شرکت ها مناسب هست، منتها نه همه شرکت ها. و البته صنعت غذایی که اگر که بعدها اگر کسی مایل بود من میتونم عرض کنم که وضعیت خیلی خوبی دارند خیلی از شرکتشون. باز اگر سوالی باشه در خدمت. خیلی ممنون از توصیه‌هایی که برای ما داشتین، واقعا امشب ممنون که قبل از زحمت کردین و تونستیم از دانشتون استفاده کنیم. انشاءالله که بتونیم در آینده هم از دانشتون استفاده بکنیم. خیلی ممنون که امشب در کنارم بودید. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
از شما و همه دوستان عزیزی که به این لایو پیوستن خداحافظی میکنم. خدا نگهدارشون. ممنون، خدا نگهدار.